مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. با مهمترین ها از یک خوش آمدین. سرخط خبرها. یک حکومت دو دیدگاه. رئیس جمهور غنی طالبان را مخالفان سیاسی می داند، اما رئیس اجرایی حکومت دشمن. مصیبت و فاجعه می افتادند تحت هر نام و هر عنوانی که هستند، ما اینا را دشمنای مردم افغانستان. واکنش ها در برابر تیرباران بیش از 10 کارمند دولت در پکتیا. این کارمندان سربازان امنیت ملی و پلیس محلی هستند. از اطمینان حکومت افغانستان تا نگرانی روسیه، رئیس جمهور روسیه هشدار می دهد که پس از خروج نیروهای ناتو، افغانستان با فعالیت گسترده گروه های حراس افغان روبرو خواهد شد. هیچ تأثیر منفی نمیگذاره و ما کاملا آمادگی داریم که مسئولیت بگیریم. و رازهای مخفی میان اوباما و خامنه ای. اوباما در نامه مخفی از ایران خواسته است که از تلاش آمریکا در مبارزه با داعش حمایت کند. سلام و وقتتان بخیر. من شانه نورزاد ابراهیمی تا نیم ساعت دیگه با تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهم بود. و ادریس تیموری با خبرهای ورزشی در نیم ساعت با شما. آنان که مردم افغانستان را میکشند و انتحار میکنند دشمن مردم افغانستانند و باید مطابق قانون مجازات شوند. دکتر عبدالله همچنان بازگشایی پرونده های قتل های زنجیره ای را از وظایف حکومت وحدت ملی میداند. آقای عبدالله همچنان از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز ابراز امیدواری می کند. ذکریا حسنی با جزئیات هرچی بیشتر. مراسم بزرگ داشت از هفتمین سالروز ترور سید مصطفی کاظمی و همراهانش. خیلی ها ترور آقای کاظمی و یارانش را مرموز می خوانند. اینان حکومت پیشین را به سهل‌انگاری متهم می کنند و تاکید دارند که باید حکومت وحدت ملی این پرونده را بازگشایی کند. دولت تبلیغ یا نتوانست و یا هم نخواست که جلب تداوم آن را بگیرد. دولت وحدت ملی که شکل گرفته یکی از آرزوها و انتظارات مردم افغانستان رسیدگی به این همین گونه حوادث است. رویدادی که از آن 7 سال می گذرد و پروندهش تا کنون بسته مانده است، اینک دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید بازگشایی چنین پرونده هایی یکی از وظیفه های حکومت وحدت ملی است. این پرونده مثل سایر پرونده ها بررسی نشده. وظیفه ما در حکومت وحدت ملی است که پرونده ها را باز کنیم، تحقیقات جدی در این رابطه صورت بگیره. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور طالبان را برادر می‌خواند. اکنون رئیس جمهور غنی هم آنان را مخالفان سیاسی نظام می‌داند. اما ظاهراً برداشت دکتر عبدالله از طالبان چیز دیگری است. کسانی که دست به از بین بردن ثروت‌های مادی و معنوی مردم افغانستان می‌زنند، دست به انتحار می‌زنند و مصیبت و فاجعه می آفرینند، تحت هر نام و هر عنوانی که هستند ما اینا را دشمنای مردم افغانستان می دانیم. دکتر عبدالله در این مراسم همچنان یک بار دیگر بر اصلاح نظام انتخاباتی تاکید دارد. ای وعده ما به مردم افغانستان بود و این تعهد ما هست و انشاءالله با ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی افغانستان تشویش مردم افغانستان که از آینده انتخابات دارند به این رسیدگی خواهد شد.
سید مصطفی کاظمی و 5 تن از همراهانش 7 سال پیش در 15 عقرب هنگامی که در یک سفر کاری می‌خواستند از فابریکه شکر بغلان دیدن کنند مورد حمله فرد انتحاری قرار گرفتند. در این حمله خونین شمار زیادی از دانش آموزان و مردم محل که برای پذیرایی از این هیئت صف کشیده بودند نیز جان باختند. نیروهای امنیتی افغانستان آماده‌اند تا جای نیروهای جنگی ناتو را پر کنند. وزارت دفاع ملی میگوید ارتش ملی از 1.5 سال به این سو مسئولیت رهبری برنامه‌ریزی و اجرای عملیات ها را به دوش گرفته است. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. پایان نقش جنگی 13 ساله ناتو در افغانستان تا کمتر از 2 ماه دیگر، آنچه دیروز دبیر کل ناتو بر آن تاکید کرد. اکنون سربازان خارجی آماده می شوند تا پایان سال روان میلادی افغانستان را ترک کرده و به کشورهایشان برگردند. اما آیا حالا زمان مناسب برای پایان این ماموریت است و نیروهای امنیتی افغانستان توان نگهداری کشور را به تنهایی دارند؟ اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی تانست سال پرچالش و خونین را پشت سر بگذاره و حتی یک وجب خاکر ما از دست ندادین، اوضاع را کنترل کردین، تهدیدها را رفع کردین، هیچ تاثیر منفی نمیگذاره و ما کاملا آمادگی دارین که مسئولیت بگیرین. حتی گاهی ما میگین کاش که بیشتر، یعنی 2 سال پیش، 1 سال پیش کاملا این مسئولیت ما میگرفتین که به می وضعیت فعلی میبودین. ماموریت تازه ناتو که در برگرنده آموزش و حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان است در اول جنوری سال آینده میلادی آغاز میشود. اما نداشتن تجهیزات کافی هنوز هم مشکل اصلی این نیروها پنداشته می شود. از لحاظ تجهیزات و تعلیمات و تأسیسات و نفرات به حدی که تهدیدهای داخلی را رفع کنه کاملا کافی هست و همچنین آمادگی هست. از لحاظ قوای هوایی توافق به این شده که تا وقتی که قوای هوایی افغانستان سر پای خود استاد میشه و جوابگوی نیازها میشه، قوای هوایی قوای بین المللی هم راه همکاری کنه. از سوی هم در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان در عملیات‌های هواییشان به حمایت نیروهای خارجی متکی‌اند. با آنکه حامد کرزی در ماه‌های اخیر حکومتش نیروهای امنیتی را از درخواست کمک هوایی از نیروهای خارجی منع کرد، اما حالا این حمایت‌های هوایی از سر گرفته شده است. هر وقتی که به اساس ضرورت قوت‌های عملیاتی ما در هر جایی که ضرورت بوده، ما در این اواخر چندین عملیات را که انجام دادیم، این درخواست اجرا شده و عملیات‌ها بسیار موثر بود. با عملی شدن چند مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی، نیروهای امنیتی افغانستان در 1 سال پسین بخش زیادی از عملیات‌ها را به تنهایی رهبری کردند. اما ظاهراً آزمون دشوار نیروهای امنیتی افغانستان با پایان ماموریت جنگی نیروهای ناتو آغاز می‌شود. آزمونی که خیلی ها باور دارند اگر 352 هزار نیروی امنیتی افغانستان تجهیزات کافی و پیشرفته و نیز حمایت سیاسی دولت مردان را با خود داشته باشند، میتوانند از آن با موفقیت عبور کنند. اما 10 تن که در پکتیا تیرباران شدند، سربازان امنیت ملی و پلیس محلی هستند. این افراد یک شب پیش در ولسوالی زرمت از موتر پایین و تیرباران شدند. مقام های امنیتی در پکتیا اما میگویند هنوز هویت این افراد روشن نشده است. رئیس جمهور غنی هم به نهادهای امنیتی دستور داده تا به زودی عاملان قتل این افراد را شناسایی و مجازات کنند. قیام نوری گزارش میدهد. دو شب از کشتار گروهی 10 کارمند دولتی در پکتیا گذشت. این افراد در بی‌رحمانه ترین شکل ممکن در جای در ولسوالی زرمت پکتیا از موتر پایین و به گونه گروهی گلوله‌باران می شوند. 5 تنشان از خست بودند، 4 کارمند دیگر از پکتیا و یکی از آنان از لوگر. همه ایشان نظامیان دولت بودند. فکر کوم په مجموع کې لس کسان دي، 2 کسان د امنیت کارمندان دي، یا د امنیت سربازان دي، کارمندان هم نه دي، امنیت سربازان دي، چلته دلته په پکتیکا کې درلودله او نور اکثرا د محلي او امنی پولیس سربازان وو. فرمانده پلیس پکتیا اما میگوید طالبان که این کارمندان را کشتند هنوز در چنگ دولت نیفتادند. آفرین رویداد بازداشت نشده است، فعلا کار مدیریان داره. این شما خبر شدین که از طرف مخالفین دولت به شهادت رسیدن و اون ساحه معلوم نیست این در کدام ساحه، در ساحه خود به شهادت رسندن، در ساحه پکتیکا، در قوای زرمت، صرف اون محلی که ما شو
شهدار از جسداش یافت که اون محل محل دنگام در ارتباط ما کار میکنیم تا آمدینش پیدا بود. این کشتار گروهی کارمندان دولت خشم رئیس جمهور غنی را نیز به همراه شده. من این عمل غیر انسانی و غیر اسلامی را با شدیدترین الفاظ ممکن نکاهش میکنم. از سرپرست وزارت امور داخله و ارگانهای محلی میخواهم که در راستای به خاک سپردن این شهیدان گامهای لازم را بردارند و با خانواده های این شهیدان کمک های فوری نمایند. از نهادهای امنیتی میخواهم شدیداً این گروه جنایتکار را تعقیب و به پنجه قانون بسپارند. نمایندگان مردم پکتیا میگویند وضعیت امنیت شهر و بزرگراهایی که به پکتیا وصل می شود در مقایسه با سالهای گذشته خیلی بدتر شده است. این نمایندگان ناهماهنگی میان نهادهای امنیتی را در این ولایت از علتهای اصلی نامنی ها عنوان می کنند. پکتیا همچنان گوه یکی از مرگبارترین رویدادهای اعراصافکنانه بوده، چنانچه در یک حمله انتحاری در ارگون این ولایت نزدیک به 150 تن کشته و زخمی شدند. در این حال مسکو هشدار می دهد که پس از خروج نیروهای خارجی افغانستان به بحران خواهد رفت. رئیس جمهور روسیه در نشست امنیت دست جمعی تاکید می ورزد در صورتی که افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی با چالش روبرو شود، مسکو آماده کمک به این کشور است. از سوی هم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید می کند که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، حکومت وحدت ملی باید از نظامیان کشور پشتیبانی همه جانبه کند. سلیمان مستمند جزئیات بیشتر را ارائه می کند. نگرانی های منطقه از پیامدهای بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان. مسکو نیز این نگرانی را دارد که احتمالاً افغانستان با بیرون شدن نظامیان خارجی با چالش روبرو شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست امنیت دست جمعی تاکید می‌ورزد که در افغانستان فعالیت های اراسفگنی گسترش خواهد یافت و این خطر بزرگ برای منطقه نیز خواهد بود. بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان توجه کشورهای جهان به ویژه کشورهای عضو نشست امنیت دست جمعی را به این کشور جلب می کند. اما چیزی که ما را نگران ساخته است این است که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، چالش ها و فعالیت های هراس افغانانه در این کشور افزایش خواهد یافت و این می تواند تهدید بزرگ برای افغانستان و کشورهای منطقه باشد. در این میان اعلام آمادگی همکاری با افغانستان می کند. همکاری هایی که اگر افغانستان به چالش گرفته شود اجازه نخواهد داد تا اوضاع امنیتی منطقه پس از بیرون شدن نظامیان خارجی خراب شود. مسکو اطمینان می دهد که پس از سال روان میلادی افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. ما از هر گونه کمک برای مردم و حکومت افغانستان دریغ نخواهیم کرد تا اوضاع در این کشور بحرانی نگردد. روسیه خواستار پیشرفت و ترقی و صلح و ثبات در افغانستان است. در همین حال دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بر پشتیبانی همه جانبه نظامیان افغانستان در آستانه خروج نیروهای خارجی از کشور تاکید میکند. مسئولیت بزرگ نیروهای امنیتی ملی ما به عهده میگیرند از شروع سال میلادی آینده. در این راستا مهمترین مسئله حمایت همه جانبه دولت از نیروهای امنیتی ملی است. از طرف دیگر جلب همکاری‌های بین‌المللی برای پشتیبانی از این نیروها، از طرف دیگر حمایت مردم افغانستان نقش اساسی دارد. و اما همکاری‌های مسکو در سال‌های پسین با افغانستان چگونه بوده است؟ تعهداتی را که روسیه به عنوان یک تعهد گفته، تعهدات چشمگیر نیست. هرگاه روسیه هراس داره از معضلات منطقوی که پیش نبیاید و رشد افراطیت و تروریسم، بنابراین روسیه باید قدم های استوار محکم در جهت تامین امنیت افغانستان برداره. این نگرانی ها در حال افزایش یافتند که تا دو ماه دیگر ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان پایان خواهد یافت و تنها 10,000 نظامی خارجی در کشور برای آموزش نظامیان افغانستان و تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک موظف خواهند شد. حال دیده شود که افغانستان در سالهای پس از 2014 به کدام مسیر خواهد رفت. چشم امید همه به نیروهای امنیتی کشور دوخته شدند. نیروهایی که ماموریت دشوار در پیش دارند. مبارزه با هراس افغانی، تامین امنیت و نیز دفاع از تمامیت ارضی کشور. سربازگیری های طالبان از خانواده هایی که سرباز در نیروهای مسلح افغانستان دارند خیلی خطرناک خواهد بود. بسیاری از آگاهان عوامل این کار را روشن نبودن تعریف مشخص از دوست و دشمن، بی‌سوادی، ناداری و بیکاری در میان جوانان می‌دانند. با باور این آگاهان چنین سربازگیری‌ها می‌تواند رخنه نفوذ طالبان را در میان نیروهای امنیتی افغانستان نیز گسترده سازد.
حروس افغانی پدیده یه درد سرساز برای افغانستان و جهان. به نظر می رسد که سربازگیری های آنان هم بیشتر از جوانان و نوجوانان بوده است. مثل این جوانانی از بدخشان. ما هم قدر می گذن که موقع با کسی کار را داریم. ما وقتی که سرمان آمد دفاع از جانمان میکنیم. این جوان برادرش سرباز ارتش است و خودش جنگجوی طالبان. در ولسوالی بهارک بدخشان مدرسه میخواند که دعوتش به پیوستن با طالبان کردند. دو برادر دارم یکی در اردوی ملی است و یکیش در خونه است. نوجوان است از ولسوالی ارغنجخواه بدخشان، 17 سال دارد. از پیوستنش با طالبان چند ماه معدودی میگذرد. تازه به چنگ نیروهای امنیتی افتاده است. از این هم دو برادرش با نظامیان مسلحی افغانستان است. یکیش سرباز ارتش و دیگرش سرباز پلیس سرحدی. بیادران در اردو سه، یک دیگران سرحدی سه، یک دیگران در خونه سه. با این همه سربازگیری های طالبان از خانواده های سربازان نیروهای مسلح افغانستان میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. مطمئنن وقتی که در یک خانواده، عضو یک خانواده یا برداشت مختلف از دشمن و دوست داشته باشند و برداشت از متنوع باشند، مطمئنن که اینا نتیجه کارشان هم تو متنوع خواهد بود و باعث از این میشه که مردم بالاخره در یک گمراهی قرار بگیرن و باعث از این خواهد شد که حتی شیرازه های خانوادگی از هم بپاشن و منتج به این خواهد شد که ما در دهه 70 که افغانستان به جنگ های داخل رفت یه هم خواهد رفت. بی سوادی، نادوری و بیکاری معضل بزرگی است در افغانستان. ظاهرا همین مسائل سبب شده است حتی بسیاری ها فرار از کشور کنند. کسانی هم این گونه با طالبان بروند. و اما دیدگاه وزارت دفاع ملی چیز دیگری است. طالبان در مجموع در هر نقطه ای که میتونن دسترسی پیدا کنن شروع میکنن به سربازگیری. خانواده ها را زیر فشار میگذارن که یا پول بدین یا برای ما نفر بدین. به او خاطر چنین مواردی پیش میآید، اما تا کنون چالش آنچنانی که به عنوان تهدید مطرح باشه ندیدیم. نفوذ مخالفان مسلح دولت در میان نیروهای مسلح افغانستان همواره نگرانی های جدی را به همراه داشته است. اما اکنون به نظر می رسد که سربازگیری های طالبان از خانواده های نیروهای امنیتی افغانستان می تواند چالش بزرگی را به میان آورد. جامعه جهانی 75 میلیون دلار برای برطرف شدن کسر بودجه افغانستان کمک کرد. رئیس خزائن وزارت مالیه میگوید که انتظار می رود کشورهای کمک کننده یک بسته 50 میلیون دلاری دیگر را نیز به خزانه دولت بپردازد. قرار است این پول ها در بخش تنخواه کارمندان دولتی و مصارف روزمره حکومت هزینه شود. تمیم شهیر گزارش می دهد. 25% که نزدیک به 20 میلیارد افغانی می شود کسر بودجه وجود دارد. تا حال کار پروژه های توسعه‌ای مانند بندهای آب و ساخت جاده ها به همین خاطر متوقف هستند. حتی دولت به خاطر نبود بودجه از بسیاری شرکت ها بدهکار است. تازه اداره توسعه ایالات متحده آمریکا و بانک جهانی 75 میلیون دلار را برای رفع کسر بودجه به افغانستان داده است. انتظار می رود از این پول ها تنخواه کارمندان دولتی پرداخته شود. 75 میلیون دلار ما دریافت کردیم. اولا بر ما رسید. و ما مطمئن هستیم که در هفته آینده هم در حدود ممکن 50 میلیون دلار دیگه برای ما بیه کمک ها جریان داره. نبود بودجه کار بسیاری پروژه ها را یا به کندی مواجه ساخته و یا هم متوقف کرده است. به گونه مثال در بخش بندهای بند شاوروز در شکردره، بند کمالخان در هلمند، بند المار در فاریاب و بند مچلغو در پکتیا به خاطر نبود بودجه کارشان بسیار به کندی پیش می رود. البته بعضی از پروژه های برق ما داریم که اونا هم کاری تعطیل، مثلا پروژه پارنده پنشیر است، پروژه در کنر دارن او فعلا متوقف است. ایدوتا چون به علت عدم بودجه کمپنی ها اعلان کردن چون شما انوایس های ما را اجرا نکردین پروژه متوقف. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی دومین کمک جامعه جهانی به افغانستان است. نخستین این کمک ها را چین وعده داد. برای برطرف شدن کسر بودجه نزدیک به 537 میلیون دلار نیاز است. روشن نیست که جامعه جهانی تمام این مقدار را خواهد پرداخت و یا نه.
دست کم 12,000 نیروی ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. دبیرکل تازه ناتو که به ولایت هرات سفر کرده است میگوید این نظامیان تنها نقش آموزشی را دارند. او همچنان اظهار امیدواری میکند که کمک های جامعه جهانی در بخش بازسازی افغانستان نیز ادامه یابد. تازه ناتو که به افغانستان سفر کرده در دومین روز سفرش به ولایت هرات رفته و با نیروهای این پیمان دیدار کرد. او میگوید فصل تازه از همکاری ها همزمان با پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان آغاز خواهد شد. در پایان امسال نزدیک به 12,000 سرباز در ماموریت جدید ما که عبارت از آموزش، مشورت دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان است سهم خواهند گرفت که شامل ماموریت ISF نمی باشد، زیرا ماموریت ISF محاربوی است که در ختم امسال پایان می یابد. او همچنان بر همکاری های دراز مدت ناتو با افغانستان تاکید کرده و امیدوار است که سایر کشورهای کمک کننده افغانستان نیز گام هایی را برای بازسازی و نوسازی این کشور بردارند. ما و متحدان ما پروژه های مختلف را در افغانستان به دوش خواهیم گرفت که این پروژه ها در بخش صحت، آموزش، پرورش، زیربناها و دیگر بخش ها صورت خواهد گرفت. من مطمئن هستم که متحدان ما در بخش بازسازی و احیای اقتصاد افغانستان نقش مهم را بازی خواهند کرد. نظامیان افغانستان هم ظاهرا آمادگی دارند تا خلای ناشی از بیرون شدن نیروهای ناتو را در جنگ مبارزه با هراس افغانی پر کنند، اما هنوز این نیروها با دشواری های زیاده دست و پنجه نرم می کنند. باراک اوباما نامه محرمانه را به آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران فرستاده است. روزنامه وال استریت جورنال نامه محرمانه را به دست آورده است که در آن باراک اوباما برای ایران اطمینان داده است که حمله بر موضع داعش با منافع ایران همخوانی دارد. در این حال کاخ سفید این نامه را تایید کرده و تاکید کرده است که سیاست آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای آن کشور هیچ تغییر نکرده است. این چهارمین نامه است که باراک اوباما از زمان ریاست جمهوریش برای رهبران ایران به گونه محرمانه ارسال کرده است. برنامه هسته ایران معضل حل ناشدنی برای آمریکا. با آنکه تاکنون چندین دوری از گفتگوها میان کشورهای غربی و ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور انجام شده است، اما تاکنون هیچ گونه نتایج ثمر بخشی را در پی نداشته است. اما این موضوع برای آمریکا نیز مهم پنداشته می شود. حتی باراک اوباما دور از دید دوربین رسانه ها نامه محرمانه بر رهبر مذهبی ایران فرستاده است تا در مورد برنامه هسته‌ای این کشور و مبارزه با گروه دولت اسلامی به گونه محرمانه با مقام های آن کشور تبادل نظر کند. کاخ سفید این نامه را تایید می کند، اما تاکید دارد که سیاست آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران هیچ گونه تغییر نکرده است. من در موقف نیستم که در مورد نامه محرمانه باراک اوباما با مقام های ایران معلومات را ارائه کنم، اما آنچه می توانم بگویم این است که سیاست کاخ سفید در مورد برنامه هسته ای ایران هیچ گونه تغییری نکرده است. در این حال باراک اوباما از ایران یک بار دیگر می خواهد تا برای جهان ثابت سازد که برنامه هسته ای آن کشور صلح‌آمیز است تا گفتگوهای هسته ای به یک توافق همه جانبه به پایان برسد. برای آن که در چند هفته دیگر به یک توافق همه جانبه در مورد برنامه هسته ای ایران دست یابیم، ایران باید به جهان ثابت سازد که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است تا تحریم‌های وضع شده بر ایران برطرف گردد. این در حالی است که 24 ماه روان میلادی آخرین مهلت برای ایران و کشورهای عضو 5 جمع 1 خواهد بود تا به یک توافق همه جانبه درباره برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه برسند. در غیر آن گفتگوهای هسته‌ای بدون کدام نتیجه به پایان می‌رسد. حال هم ایدیس و تازه ترین های ورزش. سپاس بونم شما. با تقدیم سلام و این هم چند رویداد ورزشی. تیم فوتبال ساحلی افغانستان به دلیل عدم مدیریت در فدراسیون فوتبال نمیتواند در مسابقات ساحلی آسیا حضور یابد. مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان با اظهار این مطلب میافزاید که حلقه های مافیایی در فدراسیون فوتبال ایجاد شده و از ترس اینکه تیم فوتبال ساحلی نتیجه منفی نگیرد این تیم را با تایلند نمیفرستند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان قرار بود در چهارمین در مسابقات ساحلی آسیا حضور یابد، اما از این مسابقات انصراف داد. شرح بیشتر برای تصویر. مسابقات ساحلی آسیا قرار است 14 نوامبر در تایلند آغاز شود.
و به نمایندگی از افغانستان قرار بود 8 تیم حضور یابد. اکنون تیم های والیبال ساحلی و فوتبال از این مسابقات انصراف داده و گفته می شود در این مسابقات حضور نمی یابند. اما روح الله رستگار مسئول کمیته فوتبال ساحلی افغانستان می گوید که تیم ملی فوتبال ساحلی از 6 ماه به این سو تمرینات منظم داشته و مشکل مالی هم در فدراسیون فوتبال موجود نیست. اما با دلیل آنچه خودش به عنوان رئیس کمیته فوتبال ساحلی نمیداند، توسط بخش فنی فدراسیون فوتبال لغو شده است. تیم ملی فوتبال ساحلی از چندین ماه بدین سو تمرینات خودش کلا پشت سر گذاشته، تمرینات بسیار خوبی را تانست که سپری کنه و تیم آماده مسابقات بود. اما دقیقا نمیفهمم که به چه دلیل بخش فنی فدراسیون فوتبال سفر کنسل کرده و دلیلش با ما هم نگفت. اما مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان با انتقاد از فدراسیون فوتبال میگوید که با دلیل عدم مدیریت و همچنان با وجود آمدن یک حلقه مافیایی در این فدراسیون، تیم و ورزشکاران نمیتوانند در بسیاری رویدادها حضور یابند. قبلا هم شما گفتیم اینجا حلقه مافیایی است. حلقه مافیایی او وقتی میتونه که برای ورزشکارا اجازه بدن که اینا برن بیرون به مسابقات اینا اشتراک کنن، یا اینا را بخواین شامل حلقه مافیایی خود بسازن، یا ای که هر کار خود از اینا خواسته باشن بکنن. دو بود میتونه باشه. یکی که آنچنان ادایی که اینا غلو کردن برای جامعه، برای مردم، آن چیزی که ارتباط برای خودشان میگرفت بیشتر از او برای مردم تبلیغ کردن و میدونن که در اونجا حرفی برای گفتن ندارن، یک موضوعی هست. ما دیدیم دیگه که در جنوب آسیا، بعد از جنوب آسیا دیگه فوتبال افغانستان دیگه نتونست کارنامه از خودش عرضه کنه و ما شاهدش باشیم. یک مسئله از ترس از اونمو هم است که موقف حدث میتن و افشا میشه و باجگیریه که آقای کریم از نام فدراسیون فوتبال بخصوص از بازی های جنوب آسیا تا حال میکنه دیگه پایان پیدا میکنه. به اصطلاح اما آنچه چیزی که هستن او برملا میشه و از این حراس ما فکر میکنم این شرکت نمیکنن برادرها و یا اجازه برشان نمیدن که در این بازی ها شرکت داده شوند. ترس وجود داشته باشه که شهرت های قبلیشان از بین نره و اما مبارزه ورزشی مبارزه است، باید در همه مبارزات اشتراک بکنه. هرگاه مدیریت قوی وجود داشته باشه، اعتماد به نفس که تیمای ما واقعا دستاوردهشان حقیقی از دم رویدادا، پس بعد تیم‌ها اشتراک باید بکنه. خواستیم در این مورد نظر فدراسیون فوتبال را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر و تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. تیم فوتبال ساحلی افغانستان پیش از این در مسابقات مقدماتی جام جهانی در قطر حضور یافت و دستاورد چشمگیری به همراه داشت و بر رده 11 آسیا صعود کرد، اما چند پیش به دلیل عدم مسابقات دوستانه بر رده پایین‌تر از 14 سقوط کرد و در صورتی که در مسابقات ساحلی آسیا حضور نیابد، امکان سقوط ده پله آن دور از امکان نیست. از همراهیتان با مهمترین ها از یک سپاسگزار است. ما شب خوش برتان آرزو میکنم. از شما دعوت میکنیم خبرهای ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب نیز دنبال کنید. باقی وقتتان خوش. خداوند یار و یاورتان باد.